می‌خواستم بدونم برگردیم به بحث خودمون در ارتباط با تبعیض‌های جنسیتی و بحث عدالت محوری. فکر می‌کنید در منشور جنبش سبز اونچنان که باید به موضوع رفع تبعیض‌های جنسی، قومی و مذهبی در ایران پرداخته شده؟ خدمت عرض کنم، ببینید ما از بحث عدالت دور نشدیم، اما هنوز به بحث تبعیضات جنسیتی و قومی نپرداختیم. اگر من روی بحث وضعیت اقتصادی و کارآمدی تاکید کردم، به خاطر این هستش که وقتی از عدالت صحبت میکنیم، حقوق اقتصادی و بخش از حقوق اجتماعی فرهنگی مستلزم کارآمدی است. اگر این کارآمدی وجود نداشته باشه، این حقوق تأمین نمیشن. به همین خاطر هستش که وضعیت اقتصادی کشور و میزان کارآمدی دولت کودتا بحث بسیار های زمینتی هستش که ما ارزیابی کنیم ادعاهای اولیه اونها رو که خودشون دولت عدالت محور تعریف میکردن. اون عدالتی رو که ازش صحبت میکردن باید دید کجاست، کون عدالت. یعنی شما نقطه مرکزی رو روی بحران معیشتی که مردم ایران درش گرفتار هستن میدونید و این رو در واقع نتیجه یه ناکارآمدی اقتصاد ورشکسته دولت احمدی نژاد ارزیابی میکنید؟ ما اینجور ارزیابی میکنیم که علارغم تمام امکانات بسیار بالایی رو که کشور در این 6 سال گذشته داشته و بخش بسیار مهمی، درصد بسیار مهمی از درآمد تاریخ نفت ایران در اختیار داشتن، علاوه بر اون هیچ نظارتی هم بر نحوه عملکرد آقایون نبوده و آقایون هم فکر میکردن اگر که قانون رعایت نکنن حتی بهتر و سریعتر به نتیجه میرسن، نتیجه رعایتشون رعایت نشده، مردم نتیجه رو به دست نیاوردن. قیمت ها افزایش پیدا کرده، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و سطح زندگی تنزل پیدا کرده. نکته بسیار های اهمیت و مهمی هست، اما حالا بریم به سمت بحث تبعیضات و بحث منشور سبز. خدمتتون عرض کنم که خب باز اگر نگاه بکنیم ببینیم که از ابتدای تبلیغات انتخاباتی هم آقای کروبی هم آقای مهندس موسوی علاوه بر حقوق بشر به دو حوزه دیگر هم توجه ویژه داشتن، بحث تبعیض علیه زنان بوده، حقوق زنان بوده، استیفای حقوق زنان بوده و همچنین بحث مربوط به اقلیت‌ها و قومیت‌ها و در هر دو زمینه هم این آقایون مواضع نسبتاً روشنی رو اتخاذ کردند. خب حالا من فکر میکنم نقطه سوال شما در وهله اول بیشتر مربوط میشد به تبعیضات قومیتی. بله. ببینید ما در ایران یک واقعیتی داریم و اون تنوع است. این تنوع میتواند هم به عنوان فرصت نگاه بشه هم به عنوان تهدید. اگر به عنوان تهدید نگاه بشه، رویکرد مقامات حکومتی این خواهد بود که از ابراز وجود اونها که اقلیت تلقی میشن، حالا میخواد اقلیت قومی باشه، اقلیت زبانی باشه یا مذهبی باشه، جلوگیری به عمل بشه. اما اگر که ما این رو فرصت تلقی بکنیم، میتوانیم یک همافزایی رو ایجاد بکنیم و میزان امنیت کشور رو بالا ببریم. آنچه را که الان اتفاق افتاده این استش که ما در زمینه بحث اقلیت‌های قومی درست عمل نکردیم. هر وقت هم که خواستیم کارمو توجیه بکنیم، بحث امنیت کشور و استقلال کشور رو مطرح کردیم. باید ببینیم که از چه استقلالی صحبت میکنید و از چه امنیتی صحبت میکنید. آیا امنیت تنها امنیت حکمرانان هست یا
یا امنیت، امنیت مردم هست، همون چه گفتیم در واقع رهایی است، آزادی از ترس و راهی از نیازه. اگر شما امنیت رو خودتون تنها تعریف کنی به عنوان حاکم، هر چی دلتون میخواد ازش در میرید بیرون، هر آنچه را که مستلزم بقا و دوام شما باشه و کوتاه شدن دست دیگران از مناصب حکومتی، اون تحت عنوان امنیت ملی عنوان میکنید و هر کسی که اون نقد کنه، یا خودش اجازه بده نقد کنه یا باش مخالفت بکنه، متهم به اقدام علیه امنیت ملی میکنید و به شدیدترین وجه با اون برخورد میکنید. خب اون چی که اتفاق داره میفته، بر طبق موازین حقوق بشر ما میباید نه تنها اصول عدم تبعیض رو در مورد اقلیت‌های قومی، زبانی و غیره اجرا بکنیم، بلکه حتی لازم هست در بعضی از موارد آنچه را که سلاحان گفته میشه تبعیض مثبت اجرا کنیم، تا اگر اونها به جهت شرایط تاریخی که داشتن، ظلم مضاعفی که برشون رفته، در بعضی از زمینه ها عقب افتادند و الانه همونجور که گفتم امکان بهره برداری از آزادی های خودشون ندارن، ما امکان براشون فراهم بکنیم. تمرکز زدایی یکی از طرق واگذاری امور محلی به مردم محل هست و هیچ مغایرتی هم با امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور نداره. برعکس، اگر شما توانایی تمرکز زدایی نداشته باشید، این باعث تشدید گرایشات افراطی میشه. باید حتما تمرکز زدایی واقع بشه تا اولا مردم هر محلی در اداره امور محلی خودشون به صورت فعال و واقعی مشارکت داشته باشن. من نمیدونم که چه چیزی مانع میشه از اینی که مقامات عالی یک استان از مردم خود اون استان باشن. مردم اون استان نباشن؟ باشن. بله. نه، گفتیم مانع میشه که الان نباشن دیگه، الان نیستن. خب من میگم چه چیزی باعث میشه که نه باشن، یعنی ما باید که مردم، افراد فریخته، توانمندی که در هر استانی، در هر منطقه‌ای وجود دارن، بتوانن در همون استان به مقامات عالی برسن. دلیل نداره، بله، دلیل نداره فرض فرمایید اگر که ما در کردستان، بلوچستان یا در سایر مناطق افرادی داریم که توانمندی اداره امور واگذاری امور بهشون داریم، میتونن استاندار، فرماندار و غیره بشن، شما از جای دیگه برای اونها استاندار و فرماندار بیارید. یا چه دلیلی داره که اونها در عالی‌ترین مناصب کشور حضور نداشته باشن، وزیر نشن، معاون رئیس جمهور نشن، معاون وزیر نشن، پست‌های اساسی و کلیدی بهشون واگذار نشه. زبان و گویششون هیچ مشکلی به وجود نمیاره. ببینید، ما یک زبان رسمی داریم و در این حال قانون اساسی تأکید داره بر این مسئله. طبق موازین بین الملل حقوق بشر، طبق موازین قانون اساسی خودمان، همه اقلیت های ما که دارای زبان خاص خودشون هستند، نه تنها باید حق آموزش زبان مادریشون داشته باشن، بلکه به نظر ما باید حق آموزش دیدن به زبان مادریشون هم داشته باشن. این اصلا موجب تجزیه و غیره نمیشه. تجزیه و گرایش های افراطی وقتی هستش که مردم یک منطقه احساس بکنن که نسبت به اونها تبعیض روا داده میشه، اونها وارد بازی نیستن، به بازی گرفته نمیشن، حقوقشون رعایت نمیشه، اونها جزی از یک ملت تلقی نمیشن.
در صورتی حساسیت ایجاد میکنه بله براشون. در صورتی که ملتی که ما داریم فارس و غیر فارس نداره، ما همه ایرانی هستیم و به یک نسبت حق داریم. ما هیچ حقی زیادتر از یک بلوچ، یک کرد، یک آذری و غیره نداریم. البته بعضیشو از قلم انداختم، نمیخوام که به هر حال ما هیچ حقی فراتر از اونها نداریم. به هیچ وجهی نباید هیچ گونه رفتاری نه در رسانه‌های جمعی، نه در سطح توزیع مناسب حکومتی، در واگذاری اختیارات و غیره صورت بگیره. و به همین ترتیب است بحثی که ما داریم در رابطه با بحث اقلیت‌های دینیمون، بحث برادران اهل تسنن. باید که حقوق اونها کاملا رعایت بشه. اهل تسنن توی شهر تهران حتی از داشتن یک مسجد هم محروم هستند. توی شهر خودشون فقط دارن، توی شهرهای مثل شهرهای سنی نشینی مثل زاهدان فقط هست و حتی از این حقوق حقه هر مسلمان برای داشتن مسجد محرومن. ببینید به نظر نماز جماعتشون رو در مسجد خودشون بخونند با وجود تعداد بالاشون در تهران. به نظر من مثل مراجع عالی قدر ما در این زمینه بارها تذکر دادن که هیچ گونه رفتاری از جانب شیعیان نباید صورت بگیره و همچنین از جانب برادر اهل تسنن که موجب افتراق بشه. ما اینو باید بهش توجه داشته باشیم، باید به این مسئله مورد توجه قرار بدیم که ما همه مسلمان هستیم و علاوه بر بحث دینی و عقیدتی ما موازین قانون اساسی رو داریم. من دارم بر اساس موازین قانون اساسی صحبت میکنم و وارد معقولات دینی نمیشم، اونو به علما و افرادی که در این زمین تخصص دارن واگذار میکنم. به موجب موازین قانون اساسی ما مکلف به رعایت حقوقشون هستیم و باید نسبتشون پاسخگو باشیم و این گونه آزادی ها یک بخشی از آزادی های مشروع شناخته شده هستش. به نظر من میرسه که میباید فضای گفتگو رو باز کرد. در وهله اول اگر ما نتوانیم در داخل خودمون با خودمون گفتگو بکنیم، چگونه میخواییم با دیگران گفتگو بکنیم؟ اگر ما نتوانیم با یک مسلمان دیگر که با ما متفاوت هست به گفتگو بشینیم، چه شکلی میتوانیم با دیگران به گفتگو بنشینیم؟ بحث دیگه هم در ارتباط با اقلیت‌های قومی مذهبی دارین در مورد حقوق شهروندیشون و رعایتش؟ ببینید نکته ای رو که باید توجه داشته باشیم این هستش که ما موازین جهانی مربوط به حقوق اقلیت‌ها رو داریم و همچنین موازین قانون اساسی رو. همون جوری که در بیانیه حقوق بشر آقای مجلس موسوی اعلام کردند، ما شهروند درجه اول در درجه دوم نداریم. ما شهروندان ایرانی داریم. این شهروندان بدون توجه به زبان، قومیت، جنسیت و سایر موارد از حقوق برابر شهروندی برخوردار هستند و این چیزی هستش که باید کاملا بهش توجه بشه. ما شهروند درجه اول و درجه دوم نداریم بدون توجه به مذهب، نژاد، قومیت، جنسیت و غیر. خب حالا اگر که لازم هست در مورد یعنی با این اتصاب ظرفیت‌های قانون اساسی رو شما کافی میدونید برای تحقق این موضوع؟ به هر حال فکر می‌کنم ظرفیت‌های قابل توجهی هست.
حداقل این ظرفیت هایی که در قانون اساسی هست رو زنده بکنیم. حالا البته ما با موازین جهانی فاصله داریم هنوز، ولی این ظرفیت های قانون اساسی هم ظرفیت های بسیار مناسبی است. به هیچ وجهی هم به ما اجازه نمیده که ما شهروندان و شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم بکنیم و اعمال تبعیض بکنیم. توی بحث زنان چطور؟ به هر حال زنان، شما حالا به بحث قومیت ها، بحث های مذهبی و اینها به طور مفصل پرداختین، زنان هم عنوان نیمی از جامعه در تمام این دوران حقوق از دست رفته ای داشتن و به دنبال استیفای این حقوق مبارزات طولانی کردند و با اینکه در دوره های و نقاط عطف تاریخی ایران حضور زنان در عرصه مبارزاتی برای دموکراسی و آزادی چشمگیر و مؤثر بوده، اما بعد از گذر تاریخی اون دوران حالا انقلاب یا حرکت‌های اصلاحی مثل سال 76 ما شاهد کنار گذاشتن زنان هستیم و بی‌توجهی به اونها. شاید این جنبش سبز با حضور قوی همسران رهبران جنبش سبز، خانم رهنورد، خانم کروبی، این نماد رو بیشتر زنده کرد و توجه ها رو بیشتر به حضور زنان در جنبش سبز معطوف کرد. این رو میخوام خیلی روشنتر برای ما بفرمایید که نقش زنان و موضوع معین زنان رو در بحث جنبش سبز چقدر بهش توجه دارید؟ باید توجه داشته باشیم وقتی از تحلیل وضعیت زنان و حقوق زنان در ایران صحبت میکنیم، دو مسئله رو از هم تفکیک کنیم. یکی بحث واقعیت هاست و یکی بحث نظام حقوقیه و همچنین رویه های موجوده. هیچ کسی نمیتواند در ایران جایگاه زنان رو نادیده بگیره. به عبارت دیگر زنان ایرانی از چنان رشدی برخوردار هستند و از چنان توانایی هایی برخوردار هستند و چنان مطالباتی دارند که این مطالبات رو میدانند چگونه دنبال بکنند که جنبش زنان بخش مهم، اساسی و حیاتی جنبش سبز هست و هر جنبشی که در ایران باشه. به عبارت دیگر این توانمندی زنان هست که همه رو مجبور میکنه اونها رو در نظر بگیرند. یک واقعیت عینی است. شما نگاه بکنید الان در دانشگاه های ما، علارغم همه محدودیت هایی که وجود داشت، در برخی از دانشکده ها بخش عمده ای از دانشجویان ما خانم ها هستند و این تحول اساسی رو نشون میده و میزان مطالبات یکی از نکات که باید بیش توجه کرد و تفاوت زنان در ایران و برخی از کشورهای منطقه ما این هستش که مطالبات زنان در ایران یک مطالبات بسیار مشخص معین هست، چارچوب بندی شده هست، مطالبه برای عدم تبعیض هست، در صورتی که شاید در یک کشور مجاور شما هم چیزی نبینید. و به نظر من میرسه از این رو گاهی اوقات بعضی ها اعتراض میکنن که مثلا شاید حقوق زنان در فلان کشور منطقه کمتر مورد رعایت قرار میگیره، ولی چرا نهادهای بین المللی بیشتر به وضعیت زنان در ایران مثلا توجه میکنند؟ من نمیخوام وارد بحث استفاده سیاسی از حقوق بشر بشم و نفی کنم که اصلا هیچ وقت در هیچ زمانی از جانب هیچ سازمان بین المللی یا کشوری از حقوق بشر استفاده سیاسی نمیشه، ولی این استدلال که بگیم چرا در ایران حقوق زنان بیشتر مورد توجه قرار میگیره از جانب سازمان‌های بین‌المللی در حالی که در کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس اینطور نیست، استدلال درستی نیست. به جهت اینکه مطالبات زنان ما در کشورهای مجاور وجود نداره، سعی توسعهشون یکی نیست. بسیار بر این به حقوق خودشون آگاهی پیدا کردن و مطالبه حق خودشونو میکنن. بنده خدمتتون عرض کنم که نظر شخصی من هستش که تبعیض جنسیتی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و میباید حرکت ما به سمت از بین بردن تبعیض جنسیتی باشه. راهکارش
راهکارها، حالا این بحث پس یک بحث واقعیت، یک بحث نظام حقوقی، بحث رویه های حکومتی. خب بخشی از تبعیضاتی که وجود داره مربوط به نظام حقوقی نیست، این یک بخش جداست که باید بعدا راجع بهش صحبت بکنیم. بخشی مربوط به نظام حقوقی هست، ما قوانینی داریم که این قوانین تبعیض‌آمیزه. درسته. خب آیا اگر حالا در بیانیه حقوق بشر آقای معصوم صفوی به تفکیک آمده بود که خلاصه به هر حال بعضی از کارها رو رئیس جمهور و دولت میتونه انجام بده، بعضی از کارها باید با کمک مجلس باشه، بعضی از کارها باید که با کمک قوه قضاییه باشه و بعضی از کارهای دیگه هم نیازمند اصلاحات بنیادی تری در زمین اقتصادی، فرهنگی و همچنین نظام حقوقیه. اما یک بخش مهمی از تبعیضات ما در حوزه قوانین جاری کشور هست. این قوانین باید اصلاح بشه. قوانینی که موجب تبعیض هست به نظر من باید اصلاح بشه. این نکته اول هست. و خب عنایت بفرمایید که حتی اگر سرسختی هم در مقابلش نشون داده بشه، کم کم مجبور میشن این کار رو انجام بدن. به نظر من بهتر هستش که با یک تعبیر و تفسیر رحمانی و عدالت طلبانه و غیر تبعیض‌آمیز از اسلام، از شریعت، ما بتوانیم که عدم تبعیض رو دنبال کنیم، دنبال بکنیم و مستقر بکنیم. اما یک بخش دیگه ای هست که مربوط اصلا شاید به قانون نیست، همین قانون موجود هم درست انجام نمیشه. در هیچ جایی از قوانین ما نیامده که زنان نباید که در عالی ترین مناصب حکومتی قرار نداشته باشن. اینجا دیگه ربطی به قانون نداره، عملکرد هست که این عملکرد باید درست بشه. در بعضی از جاها هستش که ما نیازمند توسعه اقتصادی توجه ویژه به وضعیت زنان هستیم، باید نهادهای غیر دولتی مخصوصا خیلی فعال بشن در این زمینه، بتونن جایگاه زنان رو ارتقا بدن و همچنین توجه دولت به بخش زنان در بعضی از مناطق به ویژه محروم و مناطق خاص در کشور هست که باید توجه بشه تا وضعیتشون بیاد بالا و توسعه پیدا بکنن و به جایگاه حقیقی خودشون برسن. بنابراین در مورد بحث تبعیض به نظر من میرسه که اصلا قابل توجیه نیست و زنان ما هم زیر بارش نمیرن، خوشبختانه زیر بارش نمیرن. نظر شخصی منه، بهشم پافشاری میکنه. اصل بر عدم تبعیض هست و باید ما اینو دنبال بکنیم. یک روزه شاید حاصل نشه، ولی باید که حرکتون به این سمت باشه و هم وضعیت حقیقی رو تغییر بدیم و هم سیستم قانونی و حقوقی رو تغییر بدیم تا به اون درجه برسیم و به اون مقصود اصلی برسیم. و یادمون باشه که هر چقدر که در این زمینه مقاومت بکنیم به توسعه کشور ضرر میزنیم، به پیشیده شدن مسئله کمک میکنیم، علاوه بر اون صلح اجتماعی رو به خطر میندازیم. تقویت خانواده، جایگاه خانواده رو متزلزل میکنیم. فکر نشه که اگر قوانین تبعیض‌آمیز وجود داشته باشه خانواده تقویت میشه، اینطور نیست. خانواده با قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان تقویت نمیشه. قرار دادن خانواده در مقابل آزادی زنان، در حقوق زنان، به نظرم راه حل مناسبی نیست. اینو باید ازش واقعا عبور کنی و به یک تعبیر منطقی منصفانه از جایگاه زن در جامعه خودمون برسیم. ورخه ما سنن و آداب خاص خودمون داریم، بحث این نیستش که تمام سنن و آداب عوض بشه. شاید که هر کدوم زنان هم به دنبال این هستن که همه سنن و آداب باشه عوض بشه. این چیزی هستش که به جامعه مربوطه و دیگه جنبه تحکمی، اجباری و غیره نداره. جامعه باید در یک زمینه، در یک محیط
آرام بتواند در این مورد صحبت بکنه. به نظر من میرسه که یکی از مسائلی که در جامعه وجود داره این هستش که برخی از موارد مربوط به زنان به گونه ای هست که اجازه اصلا گفتگو داده نمیشه. شما اجازه بدید که زنان با هم دیگه، زنان با مردان با هم دیگه به گفتگو بشینن، از ایده ها و از جریانات فکری و نگرش های متفاوت. من فکر میکنم خیلی زودتر به نتیجه برسن، به یک راه حل منصفانه برسن، تا اینکه شما بخواید همه چی رو از دید اقتدارگرایانه نگاه بکنید، بخواید به همه چی رو تحمیل بکنید. تحمیل کردن هر چیز جزئی بر جامعه و فکر کردن که اگر ما برای هر چیزی یک دستورالعمل قائل بشیم و حتما این مسئله حل میشه، تفکر درستی به نظرم نمیرسه.